شما زنده باشید تشکر بحث ما سر سازگاری بود سازگاری گفتیم توانایی که نارامدن با شرایط نو موقعیت های نو و حتی تغییر شرایط و موقعیت ها به نفع خود ما و به خواست خود ما و در سازگاری در اقت ما در مسیر تکامل و رشد قرار می گیریم و از اختلاف نظر نمی ترسیم بلکه او را حل می کنیم اما چیزی که غلط است سازش است که ما در هر نوا آلت بگیم نه ما دیگه ما شما هر چی میگی نمو این ای غلط است ما قرار نیست که در هر نوع شرایط ما،, ما یک جای میریم شرایط کاملا غیر اخلاقی است اول کوش میکنیم اصلاح بسازیم اگر نشد ما دیگه تابع از شرایط نمیشیم موقعیت ترک میکنیم اگه اصلاح نمیتونیم موقعیت حداقل ترک میکنیم به نان وقتی از سازگاری گپ میزنیم به هر قیمت نیست مثلا مثال براتون بدم مردم ما سازگار نیست زیادش سازش کار است سازش میکنیم دروغ, می در دروغ می میبینیم در یک جمع ممکنشان دروغ میگیم بان من در این قبول شوم ظلم هم میبینیم ما ما میکارم میکنیم این مثل لازموس میگه در زمانهای قدیم <تصفح> زیاد قدیم هم نیست شما شاید شاید تو باشه یک حکومتی بود یک حکومت ظالم و مالیات هم سر مردم زیاد کرده بود هر چی مالیات از زیاد کرد یک مقدار ایت صدای کسی بلند نشد هر چی ظلم زور میکرد هیچ بر پاچه هم سوال بده اینه مردم ای چه خوب مردم نیست ظلم میکنم زور میکنم مالیات گرفته میرم نان نیست برشان او نیست برق نیست هیچ کل چیز هیچ صدا از کسی بلند نمیشد چرا؟ چون مردم سازش کار بود سازش میکردن هر چی از بالا میاد قبول داشتن بعدش خب هیچ کس اعتراض نکتی ها امی از ازی داشت که اینا یک دفعه اعتراض کنه که ببینم اعتراض از این مردم چی رقم است وزیر خدا یا معاون خدا وظیفه داد که تو یک کم دگام اینا را بجن. گفته گفتا بیداری مالیات از آیدشان کرد از یادم میگیرم و صدای کس نمه برای اینا قبول داره یک جزای دگام خب جزای دگام اعلان شد که دیگه سر از امروز کلی گره صبح صبح طرف وظیفه میرفت یک سه تا چوب املت میکنیم با طرف وظیفه بر برای, برای مالیات دید کل مردم هنوز هم سن کل قطار شیشتا چوب یکیش پیدا شد بالاخره یک نفر ها بیا در گفت من قبول ندارم این رقم قبول ندارم این چی رقمش هسته ای پاچا و وزیر ها به خدا گفت این یک نفر خود وای نشون پیدا شد ها بیا تو بیا چرا قبول نداری ای گفت الان رو نوبت برای ما نمیرسه هیچ تعداد کسایی که چوب میزنه را زیاد کنیم که ما زوزت خلاص شویم او هم نگفت که بیادر ما چوب نزنین چی حالت چون لط میکنین ما چی گناه کردیم او نبود این فقط آرزویشی بود که مامورین چوب زدنی زیاد شود کمی زود لط خدا بخوریم بریم در قطار نباشیم این ما و شما و اونو قمش هستیم ما و شما فقط آرزوی ما بیادر زیاد بیادرم مامورین تا نزیاد کنین که زود ما رو کنه که در لط منتظر نمانیم بنانی سازش هست ای انصار اخلاقی رو زیر پای کردن است ای مظلوم واقع شدن است که ای بحث ما نیست بحث ما ایست با در نظر داشت عقل و منطق و اصول اخلاقی شما بتانین که یک تفاهم ایجاد کنین که یک رابطه برد برد باشه ار دو طرف از اون نفع ببره یعنی در سازگاری هدف رابطه برد برد است سعی کنین روابط انسان چند نوست یکی رابطه برد باخت است که زیاد در جامعه می باشه برد باخت که یک نفر می بره یکی می بازه زیاد ما متاسفانه می رقم هستیم رقابت که بود در سیستم های رقابتی نمیست تو دیگار شکست داده برو خوش باشی مثلا اگر یک دکان جور کنیم که دکان های کل سقوط کل سقود ما خوش هستیم و چی کار کردیم داری که کار انسانی نکردیم دگاه سقوط کرده ما مثلا د ماینه خانه وقتی یک کسی میه که از سقوط دکانش افسرده و پریشان است ما پیش خود میگیم که جمع شید مبادا تو تبلیغات کنی در کار و امسایی تو کار بار امور داشته باشه و سقوط کنه و تو خوش باشی که کار شده این یک ظلم است یک کس دیگر سقوط دادی این رابطه برد با... باخت است یک رابطه باخت باخت هم داریم که متاسفانه در وطن ما و شماست ما دهی خوش هستیم که یک کسی جنگ کردیم خود ما 5 تا بوکس خوردیم ور اورا خود ده تا زده ما دای دا خوش هستیم اور ده تا زده ما تو خود ما یک دندان خود ما شکستانه اور دو دندان شکستان دم این رابطه باخت باخت است موتر کت کس تا کار کرد از ما 5000 تومان شو حضور 20000 تومان ساخته ما دای دا ای خوش هستیم این دو رابطه غلط است ما نباید دنبال رابطه باخت باخت یا رابطه برد باخت, باخت باشیم ما در سازگاری هدف ماست که یک رابطه برد برد ایجاد کنیم هر دو طرف خوش باشه هر دو طرف نفع ببر از که ایجاد شده بنان وقتی ما سازگاری میکنیم هدف ما است که تنش از زندگی دور شوه اولین فایده سازگاری است که تنش فشار از زندگی پس میکنه در غیر از او اگر دم سازگاری باشه دو زندگی دو سیستم یک تنش وارد شده یک فشار وارد شده که سیستم خراب ساخته میره بنان هدف اصلی ما از بین بردن تنش است از بردن پرخاشگری است از بین بردن جنگ است از بین بردن دعواست و در نتیجه آوردن آسایش است وقتی ما صحبت از سازگاری میکنیم بحث ما است که چطور میتونیم در یک زندگی آسایش با وجود بیاریم که همگی آرام خود احساس کنه در او ساز سیستم سازمان نه که یک نفر خود قربانی احساس کنه ما یاد بگیریم که از امروز که خانه رفتین شما ببینین پیش خود سوال کنین آیا در خانه تنش هست یا نیست اگر در خانه تنش از بفهمین یک ادم سازگاری وجود داره اگر داواز جنگ است فشار است یک مشکل در خانه وجود داره که اونم ما باید ما و شما بتونیم از امروز وظیفه اصلی ما به صورت عملیش تنایی به شنیدن نباشه خانه که رفتی سر ازی کار کنی کمی عامل تنش چی است و او را از بین بری و حتی بعضی وقت عامل تنش خود ما می باشیم ما هستیم در خانواده جنجال خلق کردیم اگر می خود اصلاح کنیم خود خوب بسازیم خوبترین خدمت ما تنستیم که برای اعضای خانواده خود کنیم و حتی اگر خود ما نبودیم جستجو کنیم عامل تنش در خانه چی است اگه ما ال حل کنیم اصلا کار روانشناسا چی است ما میفهمیم چرا از مردم فیس میگیریم اینم قگ کار میکنیم برش پیدا میکنیم می از یک جنجال قصه میکنه ما می تو صبر کن چی گپ شده چی عامل کی به وجود آورده را پیدا میکنیم اونم عامل اگه بر طرف تو مشکل خلاص فیس میگیری خوش خندان تشکریام مزد میکنه موضوع یعنی از بین بردن عامل امیر دیگه هیچ فیستانه مصرف نکنین امروز که خانه رفتین خودتون بپالین عامل تنش کجاست عامل تنش رو برطرف کنین همگی نفس راحت میگیرن و جای از اینکه دیگه ذهن ما به فکر ازی باشه که تو رو چطور نیش بزنم تو رو چطور جواب زشت بدم تو به فکر ازی میشم که چطور بر پیشرفت خود یک کار کنم انرژی ما افغانا زیادشه چی مصرف کردن چطور دیگار رسدم برسونم چه تو علیه تو گپ بزنم پیش سر تو غیبت کنم اگر از این چیزا ذهن خود فارغ بسازیم فکرک فکرکای خوب خوب دکلی کلی ما بگرده که هیچ پرسان نکنیم بیاییم که یک وقفه بگیریم به تعقیبش صحبت